دوستای بسیار عزیز و نازنین افغانای بسیار محترم مخصوصا افغانای دوست داشتنی که در تورنتو زندگی میکنن من به نیس یک بسیار فرد کوچک جامعه افغانایی که در تورنتو زندگی میکنم من یک خواهش دارم یک نظر دارم از افغانای عزیز از بزرگوارایی که در شهر البته آنتریو یا تورنتو زندگی میکنن و مخصوصا که مربوط به مسجد حمت نبوی میشان یک خواهش بسیار کوچک دارم که بسیاری وقتا ما و شما میریم در مسجد امت نبوی و میبینیم که بسیاری از عزیزای ما و شما که افغانای ما که وفات میکنن بسیاری کسا مثلا شکر پیسه دارن دارنده هستن مدت زیاد میشه که در کانادا زندگی میکنن پوزیشنای خوب در جاب و در کارهای خود دارن و همچنان افغانای زندگی میکنه که بسیار زود یا مثلا کم وقت میشه که کانادا آمدن در تورنتو یا در آنتریو زندگی میکنن جاب کار صحیح ندارن وضع روزگارشان قدر زیاد خوب نمی باشه یک چیز ما به نظرم گشت که اگر بزرگای عزیز همی ویدیوی مرا گوش کنن و اونا هم نظر ما باشن به نظر ما همی یک کار خوب است یک روایت یادم آمد از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که ازش کدام شخص به خیالم که ما قدر هیچ گپ روایت و قصه 100% پروف یا 100% ثبوت هم نیست که حالا ما بگیم آینه متشده بوده خب ما از بزرگاه شنیدیم یا در کدام جای خواندیم یک شخص از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پرسان میکنه که برای خودت نزدیکترین چیز در زندگی چی است نه که نزدیکترین شخص نزدیکترین چیز کیهانی چیها حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در جوابش میگه که نزدیکترین چیز در زندگی من مرگم است چرا امکان داره که یک ثانیه بعد من بمرم یک ثانیه را که با چندین قسمت تقسیم کنین بعد از او بمرم یعنی بسیار در وقت کم برای یک انسان مرگ هر لحظه است همی حال من درایف میکنم خودان تا کلینیک برسم یا نرسم یعنی مرگ برای هر انسان است چی برای افغانایی که تازه داخل کانادا میاین دیر میاین امکان مرگ است اما اینمی که مراسم مرده‌داری از اونم افغان بسیار برش مشکل است برامو فامیلش برامو دوستایش که مثلا اتا بایش امرایش زندگی نمیکنه در اینمی جا شاید یک فامیل باشه که یک خواهرک و برادر زندگی کنه و شش ماه شده آمده خدا نخواسته یکیش فوت میکنه امی که مثلا او خاک میخرن امی که او را مرده‌داری یا مترا میکنن کار آسان نیست خواهش ما از افغانا از مسجد امت نبوی اینمیست که ما راستی هر بار که میریم برای مسجد امت نبوی یک پیسه یا یک خیرات یا یک کمک میکنیم که به کمک مسجد برسه و همیشه اونا امو پیسه را یا امو پول را به خود بازسازی خود مسجد امت نبوی به کار میبرن اما چی که من میگم که بعد ازی ما برای امت مسجد امت نبوی پیسه نتیم چرا امو هم بسیار کارهایی کده بسیار کمکهایی کده زمین خریده به خاطر ادیره به خاطر که افغانا به خاک سپرده شه و هم افغانا در برامتون در یک جای باشه و حال کوشش دارن که تا کوبل بخرن که او را هم پارکینگ لات جور کنن چون ما بسیار مشکلات داشتیم بسیار تشکر از امی افغانای ما اما خواهش ما ایست که یک باکس دیگه یا یک صندوق دیگه در پولوی از اونمو مانده شوه هر افغان که فاتحه می داشته باشه در روز یک شنبه اونمو یک مقدار پول از هم افغانای که اونمو جپای خود می مانن یا خیرات داده شوه اگر او مرددار پولدار باشه یا ثروتمند باشه یا پیسدار باشه نگیره او پیسه را خیره اون اون پیسه را برای یک مرددار دیگه که چون هر بار که ما در مسجد روزا یک شنبه میریم بعضی وقتا مثلا
پنج فاتحه می باشه. اموار مرددار که اونمو پیسر قبول میکنه، اونمو کمکه، اونمو برش بگیره بر اون مرددار یک خود خرچ کنه. اینمی نظر ما است دوستای نازنین، خدا کنه که شما هم نظر ما باشین. و اینمی نظر ما است که از این که مثلا دیدین که یک مرددار بیچاره باید ختم کنه، باید پول تاویل کنه، باید مردم نان به تعال روز 3 است، علی روز 10 است، علی روز 40 است که کلش اینمی اصلا نه در قرآن هم نامده، اینمی نه کلش بر اسلام مردم امی مولا به خاطر پیسه جور کردن جور کرده که در 40 از اون به یک آیت بخونه و در 50 از اون به یک آیت بخونه، در روز 3 شون به یک آیت بخونه، در حالی که مرده‌داری اینمی است که حتی در دوران خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که روایت ها را ما و شما مطالعه کنیم بخوانیم، همی بوده که وقتی که یک مرده فوت میکنه فقط چی میکنن؟ اونمو یک اهانه، یک پیسه، یک کمک را جمع میکنن، کلگی اقارب دوستا، یکی چارپاییش میخره، یکی کفنش میخره، یکی قبرکن پیسه میته، یکی بیله میره. اما امروز او گپ نیست، امروز نشان دادن است. مرده یکی که میمره او دیگه بر از اون نشان میده که این من مرده پدرم باز بیساری که سال چی میکنه در بنکتال مردهش میگیره، بیساری کسا در یک اینو در یک جای دیگه میگیره که یعنی اینا ما در مرده بیادرم در مرده پدرم که مصرف کردم که خرچ کردم این دیگه کم کدال یک شاه اندازی شده، یک نشان دادن شده. لطفا خواهش ما از بزرگای تورنتو مثلا فرمولی صاحب، نصیر جان، خالد پالوان، نجیب استاد، احمد سمیم استاد بکسم و دیگر بزرگایی که صاحب مقام است گپشان که از گوش میکنه و اونا در فیسبوک هم است، و اگر بتونین شما میره شیر کنین که برامو مرددار کل ما در اون مسجد یک صندوق بانیم برای همه، مثلا اگر چهار فاتحه است اونمو برای چهار فاتحه تقسیم شوه، اگر یک فاتحه است برای یک مرددار داده شوه که حداقل یک پیسگک شوه که اونمو مردداری خود کرده بتونه. و من الله توفیق. تشکر دوستای نازنین از وقت گرانبهای شما.